عن مولانا جعفر ابن محمد الصادق علیه الصلاة والسلام قال في حدیث في شأن جدته فاطمة سلام الله علیها وهي الصديقة الكبرى وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی عنایت بفرمایید. از جمله آیاتی که در قرآن مطرح است و مقام بلند فاطمه اطهر سلام الله علیها را بیانگر است و شیعه و سنی نسبت به مدلول آن اتفاق نظر دارند، آیه معروف تطهیر است، آیه 33 سوره احزاب. آیه تطهیر معنا و مدلولش روشن است. تاریخ هم گواهی می دهد که مقصود از اهل بیت در آیه تطهیر زنهای پیغمبر نیستند، چون ما در میان زنهای پیغمبر داشته ایم زنهایی که معصیت خدا کردند، با امام زمانشون جنگیدند، مثل عایشه. فرمان رسول خدا را زیر پا گذاشتند، مثل حفصه. بنابراین نمیشه زنهای پیغمبر رو داخل در آیه تطهیر کرد، چون آیه تطهیر با اون دلالت بلندی که دارد دلیل بر عصمت اهل بیت پیغمبر است. هرچند سنی ها بعضیاشون به سختی میخوان زیر بار این دلالت برن از ترس این که جای دیگه گیر کنن، اما اگه آدم یه مقدار اهل انصاف باشه میپذیرد که با توجه به اون کلماتی که در این آیه به کار رفته است، مثلا کلمه اولش کلمه انماست. انما همون عبارتی است که ما میگوییم مطلب این است و جز این نیست. یک مطلب انحصاری میخوام بگم، فقط این است و جز این نیست. مطلب مخصوص یک عده خاصی است، افاده انحصار میکند. انما یرید الله، خدا اراده کرده. این اراده هم اراده تشریعی نمیتواند باشد، بلکه اراده تکوینی است. اراده تشریعی چیه؟ اراده تشریعی اینه که خدا از ما خواسته که ما نماز بخوانیم، ما روزه بگیریم، ما خمس و زکات بدهیم، ما حج برویم. اراده کرده خدا که ما این کارها را بکنیم، کما این که اراده کرده که یک کارهایی را هم نکنیم. این میشه اراده تشریعی خدا. خدا اراده کرده که هر گونه رجس و پلیدی و ناپاکی در شما اهل بیت نباشد، یعنی این که خدا اراده کرده که شما پاک بمانید، بر شما واجب کرده، این که مختص به اهل بیت نیست، بر تمام مسلمانان واجب است که پاک بمانند از کفر، از شرک، از گناه کبیره، از گناه صغیره، اون چه که در حیطه اختیار اونهاست،
خدا اراده کرده که همه مسلمان ها پاک باشند، در تفکرشان، در عملشان، در اخلاقشان. پس نمیتواند اراده در این آیه اراده تشریعی باشد، چون اختصاص به اهل بیت ندارد. همه مسلمان ها طبق اراده تشریعی خدا باید پاک بمانند. با توجه به کلمه انما که افاده حس می کند، باید اراده تکوینی باشد. دلیلش هم اینه، تو جمله بعد خدا می فرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. خدا اراده کرده که هر گونه رجس و پلیدی و ناپاکی را از شما بزداید. او بزداید، نه من. مثل اینکه خدا اراده کرده که قلب من در هر دقیقه 60 بار بزند، نه اینکه من قلبم را وادار کنم که در هر دقیقه 60 بار بزند. او اراده کرده. پس اینجا میشه اراده تکوینی. خدا اراده کرده که مثلا معده من مرتب اسید ترشح کند. من کاری نیستم، خدا اراده کرده. خدا اراده کرده فلانی مریض باشد، فلان مریض شفا پیدا کند، فلانی غنی و بی‌نیاز شود، فلانی ورشکست و فقیر و بیچاره شود. اینا اراده های تکوینی خداست که بندگان خدا ارادهشون هیچ دخالتی در تحقق چنین کارهایی ندارد. پس اراده خدا تو آیه تطهیر اراده تکوینی است. او اراده کرده که هر گونه رجسی را از شما بزداید. میایم سر کلمه رجس. رجس چیه؟ با توجه به الف و لامی که دارد، هر گونه پلیدی، هر گونه ناپاکی، هر گونه ناروایی، چه پلیدی، ناپاکی و ناروایی فکری و اعتقادی باشد مثل کفر و شرک، چه پلیدی، ناروایی و ناپاکی عملی باشد مثل گناهان کبیره و صغیره، چه پلیدی، ناپاکی و ناروایی اخلاقی باشد مثل حسادت و غرور و عجب و تکبر، چه پلیدی و ناپاکی مثل سهو و نسیان و فراموشی باشد که با مقام پیغمبر و امام همخوانی ندارد. پیغمبری یا امامی که میخواهد فرستاده خدا به سوی خلق باشد و هدایت مردم را به عهده بگیرد، اگر بنا باشد در تبلیغ وحی خطا کند، اشتباه کند، سهو و نسیان بر او عارض شود، ای پاک نیست از هر رجسی، از هر پلیدی، از هر ناپاکی، مردم را گمراه می کند. لذا ما ناچاریم با توجه به مقام پیغمبر و امام که از اهل بیت پیغمبر امامان برخواستن، ناچاریم معنای رجس را یک معنای عام و فراگیری بگیریم که هم ناروایی های اعتقادی را فرا بگیرد، هم ناروایی های عملی را، هم ناروایی های اخلاقی را، هم اموری مثل سهو و نسیان و فراموشی و خطا را.